خب میرسیم به رولینگ شاتر اول من بهتر یه توضیح بدم که خود این رولینگ شاتر اصلا چی هست و چجوری به وجود میاد تا بعد بیام سراغ فانالکات و بگم خدمتتون که چی کار میتونیم باهاش بکنیم اون درسی که در مورد کودک ها داشتیم و اینکه تصویر رو سیموس شما میفرسته برای برد و بدن ذخیره میشه اگر شما با دوربین های دیجیتال عکس گرفته باشید احتمالا دیدید که موقع که عکس رو میگیره یه تاخیری هستش تا اون عکس رو ثبت کنه که اون زمان زمانیه که این دوربین صرف میکنه برای اینکه اون عکسی که گرفته رو حالا پروسه بکنه و الاخر اما اگه قرار باشه تو هر ثانیه 25 تا عکس بگیره و هر ثانیه هم این کار رو تکرار بکنه بدون هیچ تاخیری چه اتفاقی میفته خب یکی از مشکلاتی که به وجود میاد همین رولینگ شاتره شما زمانی که یه عکس با دوربین دیجیتال میگیرین سیموس شما یا تصویر شما رو از این طرف تصویر شروع میکنه به خوندن یا از این طرف یا از وسط به هر کدوم از شرکت ها واسه خودشون یه جور الگوریتم و قانونی دارن که سیموسشون اونجوری شروع میکنه به خوندن تصویر ولی معمولا از چپ به راست یا از راست به چپه اگر شما بخواید این کار رو و این خوندن تصویر رو 25 بار در ثانیه انجام بدید نیاز به یک هارد خیلی خیلی سرعت بالا دارید و نیاز به یه برد خیلی سریع دارید اگر قرار این کار درست انجام بشه اگر این کار ناقص انجام بشه قبل از اینکه این تصویر شما کامل تمام اطلاعاتش ثبت بشه روی فلش فریم بعدی جاشو میگیره و بعد فریم بعدی جاشو میگیره و همینجوری این کار ادامه پیدا میکنه به خاطر همین شما احتمالا دیدیم با موبایل که فیلم برداری میکنین خطای صاف شروع میکنن به لرزیدن با خود آیفون فور هم همینطوری هست من الان به طور مثال اینجا تصویری که گرفتم با این تصویر با آیفون 4 هستش من الان اگه پلی رو بزنم شما خطای این ساختمون رو اگه نگاه بکنین کاملا لرزش و این اتفاقی که میبینین توشون به خاطر همین رولینگ شاتره به دلیل اینکه یه حجم خیلی زیادی از اطلاعات رو نمیرسه این دوربین من در آن واحد محاسبه بکنه این خطا قبل از اینکه ثبت شده باشن توی فلش جای بعدی خودشون رو توی سیموس پیدا کردن و حالا این اتفاق میفته. یعنی مثلا میگم الان توی این فریم داشته به برد من اطلاعات میداده که خب خط اینجاست بعد حالا چون دست من تکون خورده خط اومده اینجا حالا چون اینجوری شده خط اومده اینجا ولی همونطور که شما میبینید یه بخشی از این خط مال فریم قبله یه بخشی مال فریم بعده به خاطر همینی که شما میبینید این تصویر میلرزه و یه همچین اتفاقاتی میفته. این دقیقا معضل و مشکل رولینگ شاتره و تقریبا تمام دوربین های دیجیتال ارزون قیمت این مشکل رو دارن الان ما اینجا یه تستی داریم که البته من این تست رو انجام ندادم یه شرکتی توی آمریکا انجام داده یه دونه از این دوربین ها رو, رو روی یه همچین چیزی واسه کردن یه دونه دیگه از این دوربین ها کنون سی سی هست که اصلا خود کنون این دوربین رو برای کار سینمایی یا تلویزیونی ساخته این دوربین یه چیزی حدود 2500 تا 3500 دلاره اما همین دوربین سی سی صد کنان هزار دلاره یعنی این دوربین تقریبا قیمتش یه چیزی حدود 5 برابر این دوربینه دلیلش رو الان ما با هم میتونیم ببینیم راحت اینجا حالا شما مشکل رولینگ شاتر رو هر روی دو تا تصویر ببینید دست راستی کنون سی سی صد دست چپی احتمالا یه دونه فایو دیه به محض اینکه شما حرکت سریعی توی تصویر داشته باشین چون اون مسئله که من توضیح دادم به وجود میاد و اتفاق میفته یه همچین چیزی شما میبینید الان باز تصویر پایین رو که تصویر دوربین عکاسی که باش فیلم برداری انجام شده شما مقایسه کنید با تصویر بالایی کاملا مشخصه که برای کار سینمایی ساخته نشدن وگرنه کنون اصلا نیاز نبود یه همچین دوربین رو با این همچین قیمتی بسازه اگر نوع این جنس تصویر یعنی این اتفاق براتون مهم نیست البته یه همچین چیزی خیلی بعیده که کسی انجام بده اینجوری دوربین رو تکون بده ولی به هر صورت مشکل رولینگ شاتر رو این دوربین های عکاسی دیجیتالی که فیلم برداری میکنن دارن و اجتناب ناپذیره حالا درسته که قیمتشون پایینه خب ولی از طرف یه همچین چیزی هم هست مگر اینکه محتوای کارتون حالا اون فیلمی که ساختین یا حالا چیزی که دارید حرکت های تیز و سریع نداره کار گزارشی کاراییه که سرعت زیاد دوربین و سرعت زیاد سوژه توش وجود نداره یه مشکل دیگه البته دو تا مشکل دیگه دارن یکیشون این قضیه که الان شما اینجا میبینید این چیزی که روی کت این آقا میبینید بهش میگن مویره یا خطوط مومویی یا همچی چیزی این الان تصویر یه دوربین همینجوری که شما می‌بینید HDSLR یعنی یه دوربین عکاسی که فیلمبرداری HD هم کرده این تصویر US ساده. همونطور که شما می‌بینید دیگه هیچ اتفاقی نیست اینجا این مشکل دوم دوربین های عکاسی دیجیتالی که باهاشون فیلم برداری میشه و مشکل سوم کدکشونه کدک 264 اگر شما خاطرتون باشه من توی بخش کودک راجع رو بهش صحبت کردم واقعا کودک خیلی مناسبی نیست برای کارهایی که قرارشون توروکاش های تصویری انجام بشه اصلاح رنگ بشه احیانا بعدا کار جلوه ویژه روشون بشه چون پرده سبز و پرده آبی هست بشه اینه که من اصلا الان توی این درس قصد و برنامه خراب کردن بازار یه همچین دوربین هایی نیست اتفاقا خود من خیلی خیلی مدت دنبالش بودم که بگیرم یه کنون 5D به این معنا نیست که این دوربین ها مشکل دارن به این معناست این چیزهایی که من میگم خدمتتون که شما بدونید ضعف هاش کجا هست و بعدا ازش استفاده بکنید خب شما زمانی که این رولینگ شاتر رو روشن میکنید دقیقا مثل استیبلایزیشن یه چیزی اینجا شروع میکنه به محاسبه شدن و من قبل از اینکه این ویدیو ویدیو رو زفت بکنم این کار رو انجام دادم که دیگه توی وقتمون صرف جویی بشه و یه جورایی همچی تقلبی کردم زمانی که شما اینو روشن میکنید یه مقدار باز روی تصویرتون زوم میکنه عین باز دوباره استیبلایزیشن و الان من اگر تاثیر این فیلتر رو ببینم شما همونطور که اینجا میتونید خیلی راحت تشخیص بدین باز این قضیه ساختمونایی که دارن خیلی قشنگ برای خودشون بندری میزنن اینجا هست و خود این آدمای پایین و یعنی واقعا نه این فیلتر هیچ نرم افزاری تو دنیا هیچ کاری نمیتونه بکنه در مورد این قضیه رولینگ شاتر شاید بتونه 5 درصد بهترش بکنه ولی واقعا اینو دیگه نمیشه هیچ کاریش کرد